ناگهان صومعه لرزید از آن دق الباب. اهل آبادی تسلیس پریدند از خواب. رجز مأذنه ها لرزه به ناقوس انداخت، راهبان را همه در ورطه کابوس انداخت. قصه فتنه و نیرنگ و دغل پیوسته است، نان یک عده به گمراهی مردم بسته است. ننوشتند که باران نمی از این دریاست، ننوشتند که باران نمی از این دریاست، یکی از خیل مریدان محمد عیساست. لاجرم چاره انگار به جز جنگ نماند، قل تعالو به رخ هیچ کسی رنگ نماند. بر رجز نیست در این عرصه یقین شمشیر است، بر حذر باش که زنار گریبان گیر است. کارزارش تهی از نیزه و تیر و سپر است، به هراسید که این معرکه خونریز تر است. بانگ طوفانی القارعه طوفان آورد، آنچه در چنته خود داشت به میدان آورد. با خداورد به هنگام عزیزانش را، بر سر دست گرفته است نبی جانش را. عرش تا عرش ملائک همه زنجیره شدند، به سفارایی آن پنج نفر خیره شدند. پنج تن از عطر خدا آکنده، آفتابان ازل تا به ابد تابنده. دفترم غرق نفسهای مسیحایی شد، گوش کن این قصه تماشایی شد. با طمأنینه خود راه می آمد آرام، دست در دست ید الله می آمد آرام. دست در دست ید الله چه در سر دارد، حرفی انگار از این جنگ فراتر دارد. ایها الناس من از پاره تن میگویم، دارم از خیش تن خیش سخن میگویم. آن که هر دم نفسم با نفسش مأنوس است، آن که با ذات خدا عز و جل ممسوس است. من علی هستم و احمد من و او خیشتنیم، او علی هست و محمد من و او خیشتنیم. نه فقط جسم، علی روح محمد باشد، یک تنه لشکر انبوه محمد باشد. دیگر اصلا چه نیازی است به طوفان به عذاب، زهره معرکه را اخم علی می کند. الغرض مهر رسولانه او طوفان کرد، راهبان را به سر سفره خود مهمان کرد. مست از رایحه زلف رهایش گشتند، بادها گوش به فرمان عبایش گشتند. مست از رایحه زلف رهایش گشتند، بادها گوش به فرمان عبایش گشتند. می رود قصه ما سوی سرانجام آرام، دفتر قصه فرق می خورد.